بریم اینجا من اینا رو می‌بندم. بریم تو یکی سایز سایز ایکس لارج و بریم چیز رو بسازیم. بگو پارالکس رو 1 پارالکسمون رو هم بسازیم و n make parallax مقدار سیکشن کلاس parallax و در واقع سیکشن هم بزنیم به کلاس slope1 و یه h1 مقدار فارسی می‌نویسیم مثلا به وبسایت ما خوش آمدید و یه تگ پی هم میذاریم اینجا. من میام و یه گوگل سرچ میکنم مقدار لورم رو سرچ میکنیم و میایم اینجا رویش رو هم کلیک بکنیم کپی متن بزنیم بیاریم تو پروژه و خوبه. بریم که دونه دونه بسازیم دیگه. میام اینجا و توی این قسمت من برمیگردم میگم که مقدار پارالکس پارالکس و مقدار در واقع مقدار n پارالکس. خب میام میگم که سیکشن مثلا کلاس پارالکس ویدس شما بیا باشه سمت هست. خب و هیت میخوام بدم به عمد. ببینید یه هیت میدم 550 پیکسل و عکس میخوایم. عکس دارم و یا آره یه عکس دارم یه بکگراند مقدار یو آر ال دو نقطه میزنیم بیاد بیرون ایمیجز ایشون مقدار سنتر سنتر نو ریپیت و مقدار فیکست و بکگراند سایز مقدار کاور F5 رو میزنیم و این مقدار رو اینجا قرار. خب این پارالکس ما میخوایم این مقدار اسلوبان که اینجا میدید دقیقا وسط اینجا من نگهشتم. خب هیت دارم دیگه میام اینجا برمیگردم میگم دیسپلی بلا در واقع فلکس به جای که بیام از پوزیشن از میام داخل ریلیتیو بذارم و به اون یکی هم پوزیشن ابسولوت بدم و بیاد یه اتفاق بیفته از ترانزیشن و ترانسفورم استفاده کنم. حالا استفاده کردیم دیگه بلدیم میام به این صورت استفاده میکنم. میام دیسپلی فلکس فلکس دایرکشن هم همون به صورت بای دیفالت الان رو فلکس رپ همونم که نامبر نو رپ دیگه نمیذاریم اینا رو به صورت بای دیفالت میبینیم چی هست. میریم برمیگردیم میگیم که جاستیفای کانتنت البته جاستیفای کان حالا فعلا چی نمیریسیم بذارید من اینجا سیکشن اول یکی رو درست بکنم ببینید داشت همه دست سیکشن پارالکس و سیکشن کلاس سلوپ هم میگم که ویتس شما باشه مثلا 45%. من ویتس میخوام بگم هیت نمیدم پدینگ در حد مثلا 30 پیکسل و باکس سایزینگ اوردر باکس و بکگراند کالر آر جی بی ای 0000 مثلا 16 ببینیم چه کرد یه همچه چیزی بسیار زیبا خیلی زیباست. هیت نداریم بهش. خب چرا در واقع مقدار هیت نداره؟ اگر دقت کرده باشید این استرس شده دیگه اومده هیتش این یه آیتمه اومده حالت استرس رو گرفته. قبلا توضیح دادم مقدار پدرش در واقع این مقدار پدرش هستش دیسپلیش فلکسه آیتم اومده به اندازه پدرش روش کرده هیت پدرش. خب برمیگردم میگم که شما جاستیفای کانتنت داد بشه سنتر همون خود سنتر هست دقیقا وسط من نیست. خب این هم میخوام با توجه به چیزی که من گفتم بیاد رشد کنه دیگه مقدار الاین آیتم مقدار سنتر رو میدم ببینم چه اتفاقی. ببینید با توجه به چیزی که در واقع من میخواستم الان اومده اتفاق افتاد. الان من هیت دارم و اومده بود من قبل از اینکه آیتم استفاده کنم حالت استرچ بود اومدم گفتم شما وایس تو وسط و بهش پدینگ 30 پیکسل دادم که پدینگ 30 پیکسل رو داره یه بوردر داشت در واقع ریدیوس 5 پیکسل هم بهش میدم که اینقدر تیز نباشه گوشه هاش گرد شد
و من میگردم بهش میگم که دایرکشن روی فرزندان تا ماشون RTL به چرخ 180 درجه. خب اینو از این بریم برای بچه ها شارش بکنیم دیتا نمیشتن بریم راحت بریم چقدر راحت ما در واقع تونستیم از الان آیتم استفاده کنیم. الان آیتم در واقع برای چیه که دقیقه یه چیزی رو بخواد دقیقا وسط نگهشته. الان آیتم رو بهش دادم هیچش هم 550 اومدش به فرزند گفتش تو برو وسط اسلوگان مقدار اچ وان و میگردم میگم که فونت فامیلیت باشه وزیر که وزیر شد و مارجین باتن در حد 10 پیکسل خب شد و کالر وایت سموک دادیم و به این شکل بریم برای بچه یکی بچه‌ش هم درست کنیم بگیم که ایشون بشه پی. خب پی هم برای ایشون و حالا فونت سایزش رو میتونستی کمتر کنیم فونت سایز مثلا باشه 12 پیکسل و تکست الاینش هم باشه جاستیفای دیش نواز بکرم دیش الان اومد در واقع مقدار رو گره حالا دیست گره هم باشه چون سفید چشم میزنم لایت گره باشه در واقع بهترستش دیش که اومدیم در واقع اسلوگان رو هم قرار دادیم دقیقا خواستیم وسط قرار بگیریم بدونیم که من اومدم از ترانسفورم یا از کلک استفاده بکنم قشنگ تونستم وسط این مقدار نگهش دارم و قشنگ هم طراحیش کردم. خب خیلی راحت میام اینجا دیگه فهمیدیم به چه صورت هستش دیگه گفتیم که آرلکس مقدار سپلی فلکس جاستیفای کانتنت دیگه من نمیدم بگم دایرکشن رو ریورس باشه ریورس باشه چرا چون یه آیتم بیشتر نیست. آره اگه مثلا 5 تا آیتم بود میتونیم مثلا برگردیم دیگه راست بشینی از سمت چپش اون دیگه فلکس دایرکشن رو میتونیم نوا تعیین بکنیم یا رپش رو هم میتونیم تعیین بکنیم مقدارش. ولی خب مقدار رو دیدید اگه الان آیتم رو نذاریم میاد به صورت بای دیفالت استرچ میشه و کل مقدار رو هیت در واقع پدر رو میگیره. خب من الان آیتم رو گذاشتم که هیت پدر رو نگیره و با توجه به دیتایی که خودم تعیین کردم من اومدم گفتم پدینگش 30 پیکسل هستش و دیتایی که داخلش هستش بیاد هیتش رشد بکنه که اومدم به این صورت تونستم راحت طراحیش بکنم. پس اینم از قضیه الان آیتم که کامل دیگه متوجه شدید. خب میام اینجا و این رو کپی میکنم و میبرمش توی بقیه موارد لارج یا میرم زیر ایشون و این رو هم قرار میدم. این تو سایز دیگه هم همین باشه یا تو سایز دیگه هم همین باشه این کنترل فنج بسن. آره این تو این سایز هم همینه. تو این سایز ها رو تعریف نکردم تو سایز میدیوم هم تعریف بکنم و به این شکل کنترل فنج میتونیم ویتسش رو بیشتر بکنیم توی این سایز ها گفتیم 45 مثلا بشه 65 بیشتر بشه باز بهتر شد و کنترل سی بریم توی اسمال و توی اسمال هم کنترل F5 بزنیم و توی اسمال هم بررسیش بکنیم. اوکی خیلی قشنگ اوکی قرار گرفتن و بریم سایز X اسمال F5 کنترل F5 و X اسمال هم به این صورت میتونی توی X اسمال این رو باز بیشترش کنیم مثلا بکنیش 90 تا 90 تا 95 زیاد که قشنگ تر باشه تو سایز گوشی دیگه. اینا تلفیق های کار خود اینا به این صورت اینا بحث پارالکس بود پیادهش کرد.